أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فقرة من الرسل وقلة من العلم ودنوب من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله عباد الله فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که هممان مأموریم به حفظ آن و به رعایت آن تا بتوانیم از برکات پروا پیشه کردن و تقوا داشتن بهره‌مند گردیم. امیر بیان، سردار سخن، امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلمین فرمودن هر که تقوا پیشه کند باران بند آمده کرامت دوباره بر او فرو ریزد، رحمت گریخته به سوی او باز گردد و چشمه فروکش کرده نعمت دیگر باره بر او جوشان شود و بارش کاستی گرفته برکت دوباره بر او سرازیر شود. همه اینها نتیجه و ثمره تقوا داشتن است. امید است که هممان به این وصیت خداوند پیامبران و ائمه معصومین توجه کامل داشته باشیم. خطبه اول بحث که درباره بهداشت قلب و عقل و خرد از منظر قرآن آیات و روایات آغاز کرده بودیم پی خواهیم گرفت. در خطبه دوم و مسائل مربوط به اجتماع خودمان، جامعه اسلامی، کشورمان اشارات خواهیم داشت و مناسبت مهم تاریخی مذهبی مناسبت اربعین است که در آستانه این برنامه الهی و این موج سوم و موج همیشه فعال نهضت ابی عبدالله قرار داریم. انشاءالله
تذکراتی و برنامه‌هایی را در ارتباط با اربعین من حیث المجموع و مخصوصاً برگزاری این مراسم در شهر خودمان به محضر شما مهمانان حضرت حق خواهیم داشت. بحث را چند هفته است در خطبه اول آغاز کردیم تحت عنوان بهداشت، نظافت، پاکیزگی. عرض شد که اسلام دینی است که هم برای تطهیر و پاکیزه کردن فکر انسان ها برنامه دارد، هم اخلاق انسان ها را پاک می کند، روابط انسان ها را می تواند زیبا و دوست داشتنی مدیریت کند. در کنار این مسائلی که در اسلام هست، بحث پاکی تن و جسم انسان از اهمیت بالای برخوردار است. عرض کردیم و مکرر شنیده این النظافت من الایمان، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خداوند انسانهایی که تن و جسم شسته و تمیز دارن را دوست می دارد، انسانهای توبه کننده و بازگشت کننده به خدا را دوست دارد. در ادامه بحث بهداشت قلب و روان را مطرح کردیم که آیات زیادی و روایات فراوانی پیرامون این موضوع داریم. بخشی از احکام اسلامی، کفارات، قصاص، اینها را که دقت کنیم به خاطر امان است که علاوه بر نظافت جسم، روحمان، قلبمان، عقلمان هم تطهیر شود و پاک شود. به اندازه مسئله بهداشت قلب از دیدگاه اسلام قرآن مهم است که خدا می‌فرماید فردای قیامت هیچ چیزی نمیتواند به انسان کمک کند، مال، ثروت، فرزند، که اینها خیلی مهم است، در زندگی ما نقش دارد، تلاش و برنامه ریزی داریم. میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، روز قیامت مال و فرزندان نمیتواند به ما کمک کند، الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر اون که انسان در اون ماجرای بزرگ که به تعبیر قرآن روزی است که به اندازه 50,000 سال طول دارد، در اونجا با قلب سالم و پاکیزه و در واقع قلب که در اون قلب همه چیز به حقیقتش دیده شود، به اونها بر اساس جایگاه موقعیت قائل باشد، با این قلب اگر حضور پیدا نکند نجات پیدا نخواهد کرد. آقا امیرالمومنین می‌فرماید آگاه باشیم، حقیقتا همین است، تنگ دستی بلاست. می‌دونین فقر که از صحبت‌های مهمان عزیزمان هم استفاده کردیم، یکی از بلاهای خانمانسوز است، فقر. فرمودن فقر بلاست، بدتر از بلایی که فقر است بیماری است. حالا یک کسی فقیره اما بدن سالمی داره، گرچه روزگارش به سختی میگذرد، اما سلامتی جسم نعمت مهمتر است. حضرت فرمودن فقر، تنگدستی بلاییست، اما بدتر از اون بلا بلای بیماریست، مرض است. و اشد من الفاقه مرض البدن، که بحث بهداشت تن و جسم برای درمان این مرض و این مشکل بود. در ادامه فرمودن از تنگدستی و از مریضی بدتر و سختتر،
و اشد من مرض البدن مرض القلب، مریضی قلب و گرفتاری قلب سخت‌تر است، بدتر است. ما خیلی وقتا حرکت جامعه را وقتی دقت کنیم می‌بینیم دلیل این قهقرا رفتن و عقب رفتن، دلیل این زمینگیری شدن، دلیل این عقب ماندگی ها بخش عظیمش این است که ما به بهداشت قلب و بهداشت عقل توجه نداریم، در حالی که قرآن، روایات، خود ائمه معصومین در رأس همه وجود نازنین پیامبر رحمت که حرفش از هوا نیست به این قضیه خیلی توجه داشتن. بعد از رد عکس قضیه را مطرح کردم که من لازم نمیدانم، اما اون عواملی که قلب ما را آلوده میکند، روان ما را گرفتار میکند و اگر توجه نکنیم نمیتوانیم به سلامت برسیم چیست؟ فرمودن لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، هیچ دردی، هیچ مرضی، هیچ مشکلی در آلودگی قلب بالاتر از گناه نیست. یک کبرای کلی در اینجا بیان کردن. یکی از چیزهایی که قلب را میراند و مریض میکند گناه است. خیلی باید توجه کنید. حالا از باب تذکر عرض میکنم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یادآوری خودش به سود است و منفعت است. من حیث المجموع، به عنوان یک قانون کلی، هر شکل گناهی را که مرتکب بشویم، حالا گناه صغیره داره، کبیره داره، خلاصه بعضی از گناهان خیلی خطرناک است، مثلا در روایات داریم دروغ خیلی خطرناک است، خب غیبت خیلی بد معرفی شده، گوشت مرده خوردن، خورشت کلاب جهنم، الغیبتو ادام و کلاب النار. من حیث المجموع این کلی را باید در نظر داشته باشیم. یکی از چیزهایی که خیلی قلب ما را آلوده میکنه، روان ما را آلوده میکنه، جولان فکر و بصیرت را از ما میگیره، همین است که گناه را خیلی کوچک بشماریم. بعد از رد راههایی را برای مبارزه با این آسیب مطرح میکنن. فرمودن راههایی داره، همونطوری که شنیدین هر مشکلی یک راه حل داره، مسئله معروف بین خودمان کو هر چی بلند باشه یک راه پیدا میشه. حضرت فرمودن یکی از راه ها این است که زیاد به حکمت توجه کنیم. شما تجربه کنیم کسانی که تصمیم میگیرن مثلا قرآن حفظ کنن یا قرآن بفهمن، خب بعضی ها قرآن میخوانن، نمیگم خواندن قرآن ثواب نداره، دو تا تعبیر از دو امام معصوم داریم، یک قسمت قرآن عبارته، خب نمیشه همیشه ما عبارت خوان باشیم و بعضی وقتا به اشارتش هم توجه کنیم، یک بخش قرآن لطائفه، یک بخش قرآن حقائقه. حضرت فرمودن توجه کردن، دقت کردن در حکمت، تلقه العقل، باعث می شود عقل بارور شود. این گیاهان تا زمانی که باد و نسیم به اینا نرسد میوه خوب نمی دهد. لذا دهقانها و اهل زراعت می دانند مسیر زراعت را طوری باید تنظیم بکنن، مخصوصا درختانه که نیاز را که دارن بگیرن و الا اونها تلقیح نمی شوند، مستعد میوه دادن نمی شود. حضرت فرمود توجه کنین، دقت کنین به حکمت.
در خواندن، در مطالعه کردن، مخصوصا در شنیدن. امروز متاسفانه یکی از چیزهایی که به شکل عمومی جامعه بشری گرفتار است، مخصوصا جوامع که مدیریت منظم ندارن، همینه که ساعتها، روزها، ماها فکرشان از کانال دیگران مدیریت میشه، عوضی که مطالعاتشان عمیق باشه، مطالب با دقت دنبال کنن، بشنون، تحلیل کنن. من این درد خیلی حس میکنم در بین جامعه. گاهی میبینیم ساعتها سخنرانیه، سخنرانیای بسیار بدوی، رواه و فلانی. با این وضعیت جامعه روش نمی کنن. روایات باید به قرآن عرضه کنیم. ما باید استعداد عرضه روایات را بر قرآن داشته باشیم. سخنانی که میشنویم تحلیل کنیم. در امین حوادث که ما و شما پشت سر گذاشتیم، خیلی از مشکلات اجتماعی، آوارگی ها، بیچارگی ها به این خاطر بوده که مردم هر چی را میشنیدن بدون تحقیق میپذیرفتن. خیلی از فتاوایی که داده میشه، اینها را باید خود مردم توجه کنن. یه اصطلاحی عذرخواهی میکنم، خیلی خلاصه غیر سالمی رایج شده، میگن آقا هر چی فلانی گفت الله و بالله بگردن فلانی. قراری نیست. ما در دستورات ما داریم از فقیه اعلم تقلید کنیم، نه از هر فقیه. در روایات داریم جامعه زمان به خیر میرسد که به سخنان انسانهای عاقل و محوری و در واقع عالم توجه کنن. این علامت خیر جامعه است. اگر جامعه به حرف هر کس گوش بده، حرکت کنه، این جامعه مسیر حرکتش مشکل پیدا میکنه. از بعد فرمود یکی از راه های سلامت قلب و مبارزه با مرضهای فکری توجه و دقت و تأمل است در حکمت. یکی از عوامل که قلب ما سالم میمانه، مطالبی که مفید نیست اینا را رها کنیم. به ترک ما لا یعنیک یتم لک العقل. رها کردن چیزهایی که برایت سودمند نیست عقلت را کامل میکند. شما فکر میکنید این دانشمندایی که دانشمند شدن چه کار کردن؟ چقدر بعضی وقتا در فضای مجازی مطالب بی ارزش، غیر مفید، نه تنها غیر مفید، خیلی هم مضر رد و بدل میشه. در جبهه‌گیری ها، در رقابت ها، اینا درد در مردم دوا نمیکنن. ما مسائل زیادی را تجربه کردیم، پشت سر گذاشتیم. این مسائل خونی که در افغانستان اینقدر خلاصه تبلیغ شد، هنوزم ادامه داره. اینا کجای درد مردم را دوا میکنن؟ یک عده موج سوار در موقعیت های حساس از این خلع و از این تاریکی سوء استفاده میکنن و مقصد و مرادش میرسه، زیانش مردم میبینن. آقا امیرالمومنین فرمودن مطالبی که به دردت شما نمیخوره سر اینها صحبت نکنین، حرف نزنین. خود اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن. وقتی با اینجور صحنه ها مواجه میشدن بسیار آرام از کنار قضیه میگذشتن. با اعتنا نکردن در واقع اون قضیه را خونسا میکردن. متاسفانه اینها کمتر در جامعه مورد توجه قرار میگیره. من زیاد معطلتان نکنم. امام باقر علیه السلام فرمودن
هیچ دانشی. چون طلبگی صحبت میکنیم چاره این نیست به این نکته هم توجه بکنیم. حضرت میفرماد لا علم. ما خیلی مطالب داریم که باید یاد بگیریم، زبانهای مختلف، خلاصه علوم روز، صنعت، ریاضی، پزشکی، مسائل مربوط به تولید و خلاصه پیشرفت اقتصادی. حضرت فرمودن لا علم کتل السلامه. هیچ علمی دانشی به پای دانشی که سلامت انسان و جامعه را تأمین بکنه نمیرسه. بعد فرمودن هیچ سلامتی به اندازه سلامت قلب نیست. معلوم میشه بهداشت قلب خیلی مهمه، بهداشت فکر خیلی مهمه. امیدوارم که با استفاده از راهنمایی‌هایی که از ائمه معصومین داریم، از قرآن داریم، به این جایگاه برسیم. یک نکته ای را عرض میکنم، خطبه اول رو تمام کنم. من خیلی در شرایطی که در این شهر و کشور زندگی کردم، نزدیک 20 سال کمتر، نزدیک 2 دهه، یکی از چیزهایی را که خیلی مشاهده کردم در سطوح بالا بیشتر، یعنی در زندگی رهبران و زعما و اونایی که جایگاه دارن، در زندگی اونها بیشتر دیدم، در زندگی افرادم دیدم، و این واقعا یکی از چیزهایی است که قلب آلوده میکنه. یکی از مسائلی که به شدت روان انسان را، خرد انسان را آسیب میزنه، وعده بدیم به وعدمان عمل نکنیم. این سخن امیرالمومنین خیلی سخن زیباست. همه این سخنان حضرت زیباست، با دیگران نمیشه مقایسه بکنیم، اما با سخنان خودش اگر مقایسه بکنیم از زیبایی ویژه برخوردار است. شما ببینید این مشکلاتی که امروز ما شاهدش هستیم نتیجه وعده‌هایی بود که وفا نشد، و الان هم همه باید بدانند، نظام هم باید بداند، رؤسا و دستندرکاران حکومت هم متوجه باشن. این یک حقیقت است، چون هم فرمول است که قرآن میفرماید، هم فرمول است که قرآن ناطق میفرماید. آقا امیرالمومنین فرمودن وفاداری الوفا دژ آقایی است. بعضی جاها را دیدین دژ درست میکنن ضد گلوله، ضد آسیب، با هر وسیله ای با اوجه حمله کنن اونجا را نمیتونن بگیرن. حضرت فرمود الوفا حسن و سودت با ساد، وفاداری دیجی آقایی است. هرچی را به ملت وعده دادین باید عمل کنید. وقت رسیدن به مقام، وقت رسیدن به قدرت وعده بدید، بعد از رسیدن بی توجه باشید، این خرد را آسیب میزنه. امروز خیلی از مشکلاتی که جمع زیاد گرفتارن از همین مسیر است. قرآنم به این مقوله توجه کرده فبما نقضهم میثاقهم، چون وعده هاشون شکستن، لعناهم، ما اینها را لعنت کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلبهاشان گرفتار قساوت شد. لذا راههایی را برای سلامت عقل و بهداشت قلب معرفی کردند که انشالله بازگو خواهیم کرد، و در این فضای دلبر و الحمدلله دوست داشتنی ذکر عام الهی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله بهره خواهیم برد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه با عبارت فاسعوا الی ذکر الله، با تلاش به این ذکر الهی خودتان را برسانین معرفی شده، در این حالی که از منزلت و ثواب بالای برخوردار است، حج فقراست، مسئولیت ها و وظایف سنگین و خطیری را به عهده دارد. اون چی که نیاز است با درک و درایت برای مردم مطرح شود، مردم در جریان قرار بگیرد و اگر لازم است برنامه ریزی کنند برای دفع و در واقع به وجود نیامدن یک غائله، و اگر لازم است برای خلق یک جریان و مدیریت یک جریان و به وجود آمدن یک برنامه مردم پیشاپیش برنامه ریزی کنند. این بستگی داره به فهم و درک و شعور مردم برای ساختن یک جامعه ایدئال و دوست داشتنی. یکی از مشکلات مهم جامعه ما مسئله فقر است. فقری که در هفته گذشته به عنوان یکی از عوامل در واقع آلودگی قلب معرفی شد، در روایاتمان کاد ان یکون کفرا معرفی شده. یکی از پلانهای دشمنان اسلام منافقین این است که جامعه اسلامی را با فقر مواجه کنند. و قال الذین کفروا لا تنفقوا علی من عند رسول الله، در سوره منافقون گفتن اونایی که دوروبر پیغمبر هستن به اینا کمک نکنین. خب باید با این پدیده، با این برنامه دشمن مبارزه کنیم. خبری را که شنیدم و همه شما هم شنیدین، از این پولهای منجمد شده و بلاک شده افغانستان که بعد از تحول که دولت قبلی سقوط کرد و نظام فعلی امارت اسلامی فتح و پیروزی نصیب شد و حکومت و در واقع مدیریت را به عهده گرفتن، یکی از خباثت‌هایی را که آمریکایی‌ها به عنوان یک دشمن همیشگی ما، حتی در اون دوره‌ای که در قالب یک توافق در افغانستان کار می‌کردند، ما به عنوان یک وظیفه در همه خطبه‌ها این قضیه را منعکس می‌کردیم. چرا؟ کفر یک ملت است، الکفر ملت واحده. هیچ وقت کفر دلسوز به مسلمان ها و اسلام نخواهد بود. اگر روابط متقابل باشه بحث دیگری است، اما رابطه آمر و مأمور، رابطه مدیریت اونها برای پیشرفت ما، این یک خواب در واقع یک خیال بیشتر نبود و نخواهد نبوده و نخواهد بود. اون حکومت با اون همه امکانات که داشت، در بدلیل فساد و ضعف و مشکلات که داشت ما شاهدش بودیم، نتیجه همین مدیریت
در واقع آلوده بود بعد از بر روی کار آمدن امارت اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت که ما 7 میلیارد دلار از پولهای افغانستان که در بانکهای آمریکا نگهداری می شود را به دو بخش تقسیم می کنیم. 3.5 میلیارد او را به عنوان کمک‌های بشردوستانه به ملت افغانستان اختصاص می دیم. ببینیم ثروت مال خود افغانستانه. این می آید اعلام میکنه ما این پول دو بخش میکنیم، بخشش به عنوان کمک بشری و ملت افغانستان در نظر میگیریم و باقی آن را صرف غرامت و بازماندگان حملات 11 سپتامبر. حملات 11 سپتامبر جرمش و در واقع جریمش باید ملت مظلوم افغانستان بپردازه. ای با چی توطئه راه اندازی شد، با چی فتنه ای و وجود آمد، این بمانه، اما جرمش باید ما بکشیم. علی کل حال باید بعض جاها مقاومت کرد، فریاد زد لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. واقعا به ملت ما ظلم شده. بخشی از مشکل اقتصادی ما به خاطر مدیریت های ضعیف و آلوده و مقاصدی که دیگر ها داشتن هست. ملت ما ملت فعال، زحمتکش. امروز اگر کشاورزی کشور ما به شکل معمولی مدیریت بشه، امنیت در همه جا گرفته بشه، با استفاده از همین انرژی های ارزان اگر کمک بشه، ما بخش عظیم از مشکلات ما حل میکنیم. ما خودمون بزرگ شده این کشوریم. سال هاست که از خیلی از منابع شخصی ما نمیتونیم استفاده کنیم. امنیت نبوده، حمایت نمیشده، زمینه تولید واقعا نگذاشتن. کجای دنیا این همه فشار است که روی دوش ملت ماست؟ در رژیم گذشته بود، الان هم خیلی فشارا بالاست. این ملت چقدر درآمد داره؟ وظیفه همه وجدان‌های بیدار، وظیفه حاکمیت، وظیفه همه ما این است که از حقوق ما دفاع بکنیم. خب خبری را که شنیدم، گزارش داده شد که آمریکایی‌ها روز چهارشنبه 3.5 میلیارد دلار را از دارایی‌های مرکزی افغانستان که به یک صندوق اونجا در واقع بلاک شده بود و در واقع غصب شده بود، به یک صندوق جدید امانتی مستقر در شهر ژنو سوئیس منتقل کردند و قرار شد که این پول برای ثبات اقتصاد در کشور ما ورشکستگی افغانستان مصرف بشه. من همینجا به عنوان تجربه عرض میکنم، در رژیم گذشته خیلی پولا خرج شد. ما هنوز بعض سرک هامان از دهات ترین دهات ها، قریه های سخت الان خرابتر است. ما الان مشکل آب داریم در شهر ما. نباید ما آبی زیرزمینی ما اینجوری مصرف کنیم بعد این آبا آلوده است. خب ما آب داریم، آبهای ما داره هدر میره. خب چرا شهرها آب شهری نداشته باشه؟ مگه چقدر از این نداره؟ شما بیاین یک پولی 1 میلیارده، 3.5 میلیارده، بیاین یک پولی اندکی 100 میلیون 200 میلیون در نظر بگیرین، آب کل این شهری به این عظمت حل میشه. دیگه لازم نیست مردم اینقدر از اینهای کوچیک کوچیک بکنم که سر از میلیاردها در بیاره. شما میدونین آبهای کوچیکی که ما داریم حفر میکنیم چی ضرری به آینده ها داره، چقدر آلودگی داره، چقدر پول خرج میکنیم، چقدر لوله مصرف میکنیم، چقدر انرژی انسانی ما هدر میره. حالا که قرار است برگرده، باز هم تجربه تکرار نشود که به نام افغانستان برای کمک به مبارزه با فقر و ورشکستگی
باز هم یک مجوری دیگه مدیریت بشه و با مشکلاتی که داریم باز هم بمانیم. امیدواریم که با تدبیر نظام و حاکمیت این قضایا مدیریت بشه. ما طرفدار اینیم که همه چیز در قالب نظام، حکومت و اداره سالم انشالله مدیریت بشه، با در واقع خونسا کردن زمینه های این فشار بتوانیم به آزادی عمل و برنامه ریزی برسیم. مسئله دوم، میدانین در صحبت هایی که وزیر خارجه روسیه داشته این مسئله را مطرح کرده که ما از امارت اسلامی میخواهیم، خواستاریم که برای تشکیل حکومت فراگیر به تعهداتش عمل بکنه. من به عنوان وظیفه عرض میکنم بعضی بهانه ها را باید از دست دیگرا گرفت. ما نمیتوانیم بدون ارتباط با دنیا زندگی کنیم. مسئله درس خواندن دخترها، باز شدن مکاتب، این یک حق مسلمه. اینی که بعضی ها میگن ما مراجعه کردیم، خانواده ها گفتن نه ما با تحصیل دخترانمان موافق نیستیم، این را همه من میدانیم حقیقت نداره. اما مسئله شرعی، مسئله حجاب، مسئله اختلاط، اینا از چیزایی بوده که ما در حکومت گذشتم بارها گفتیم آقا این اختلاط دختر و پسر این خلاف شرع است. مکتب‌های دخترانه ما باید توسط خواهرها اداره شود. نصفی از جمعیت ما خانم هاست، اینا مریض میشن، اینا نیاز به جراحی دارن، نیاز به تبابت دارن، اینا را کی تبابت کنه؟ نیاز داریم. اینا چیزایی نیست که بتوانیم به اینا توجه نکرده عبور بکنیم. این بهانه ها را باید از دست دیگرها گرفت. مسئله شرکت همه در اداره و حکومت از مسائل قطعی است. یقیناً اگر به این توجه نشود روز بیشتر خواهد شد و همینطور در نشست کشورهای همسایه ما در نشست شانگهای که همسایه ها این بحث مطرح کردن، مسائل افغانستان، مخصوصا رئیس جمهور ازبکستان این مسئله را مطرح کرد، برای ثبات در افغانستان باید تلاش شود و الحمدلله مسئولین امارت اسلامی هم به این قضیه توجه کردن. امید است که این مشکلات با مدیریت کلان، با ظرفیت هایی که کشور ما داره، با موقعیتی که کشور ما داره، ما اینها را پشت سر بگذاریم. بدانن همه ملت ما طرفدار یک نظام عادل و مردمی و طرفدار آبادی و پیشرفت افغانستانیم. ما مسلمان افغانستانی هستیم. مسائل قومی نه در دین ما هست نه در روش ما خواهد بود. ما دنبال همون هدفی هستیم که قرآن فرمود لا تستوی الحسنه ولا السیئه، برخورد تون و زشت با برخورد زیبا برابر نیست. اگر مشکل پیش آمد ادفع بالتی هی احسن، طور مدیریت کن دشمنی ها تبدیل به دوستی شود. ما دوستی همه ملت را دنبال میکنیم و این را رای حل و بیرون رفتن از وضعیت موجود میدانیم و معتقدیم همه چیز را میتوانیم مدیریت کنیم، فقط با برادری. به تعبیر مولا اضرب الرأی بالرأی، افکارتان را در کنار هم بگذارین تا به اون چیزی که به نفع همه است برسین. خب در آستانه اربعین هستیم، اربعین سید الشهدا. تنها امامی که اربعین براش در نظر گرفته شده طبق یک برنامه الهی، طبق یک برنامه ریزی که پیامبر داشت و یاران پیامبر داشت، آقا سید الشهدا است. من زیاد معطل نکنم، این
اربعین در تکوین و در تدوین جایگاه دارد، در طبیعت جایگاه دارد. جنین تا 40 روزگی در تحول است، تا 40 روز شرایط ویژه‌ای دارد. در روایت داریم تا 40 سالگی انسان به سمت کمال و عقل می رود. پیامبران اکثرا در 40 سالگی مبعوث به رسالت شدند، وجود نازنین پیامبر رحمت و 40 سالگی مبعوث به رسالت شد. اینها را الان مطرح نمی کنم. علامت های مؤمن 5 چیز است، یکیش زیارت 40 است. حقیقتا در این 40 روز نظام، برنامه، نهضت ابی عبدالله به کمال رسید. اونهایی که اهل معرفتن اگر دقت کنن، بعد از شهادت آقای امام حسین چه جریان‌های سختی پیش رو بود. آقای امام حسین در آخرین جملات خطاب به زینب و سایر بانوان، خیلی از عزیزان میدونن در کوفه خیلی از اسرایی که از اهل بیت نبودن توسط اقوامشان آمدن، اینها برده شدن، جدا شدن، به شام اهل بیت پیامبر رفتن. اما امام حسین علیه السلام فرموده بود وعلم ان الله حامیکم، بدانیم خدا حامی شماست، خدا شما را حفظ میکنه، پایان کار شما ختم به خیر میشه. در کوفه چی کرد زینب سلام الله علیها؟ در شام چی کار کرد؟ در این 7 روزی که در شام توقف داشت چی کار کرد؟ این نهضت در این 40 روز به کمال رسید. منتها این نهضت همونطوری که یک موج شهادت بود که در سال 61 در روز عاشورا به نمایش گذاشته شد، یک موجش اسارت و برگشت و این فتح عظیم بود که توسط اسرا با مدیریت و دلسوزی و درایت حضرت سجاد علیه السلام اهل بیت این مدیریت تکمیل شد. مثل فردا آمدن کربلا، موج دوم خوب مدیریت کردن، مخصوصا با حضور شخصیتی مثل جابر ابن عبدالله انصاری که دوستان میدانن، علما میدانن چقدر مورد عنایت و تفقد آقا رسول الله بود. منتها موج سوم که زائده شده و در واقع برگرفته شده از این حرکت است، موج عزاداری است، موج تعظیم است. شما ببینید در هیچ برهه‌ای از تاریخ زیارت 40 مورد بی‌توجهی نبوده. من خاطرات بعضی از علما را که می‌خوندم شنیدم، واقعا گریه کردم، اشک ریختم. اینا می‌گفتن بهترین لحظات ما، بهترین تفریح ما اون بود که ایام 40 می‌شد، ما از حوزه علمیه نجف نان خوش، مقدار ماست مثلا که برای خورش غذامون باشه، خلاصه به یک وسیله می‌بستیم پیاده در مسیر زیارت امام حسین برکت. من دیشب ساعت‌های 3 و خورده‌ای بود با بعضی از طلابی که آشنا هستم ارتباط دارم، تماس گرفتم، گفتم کجا این؟ گفتن ما در حال پیاده روی هستیم، عمودی چندم است، سیل جمعیت داره غوغا میکنه. من میخوام اینو عرض بکنم، شاید شما بگین که خب زیارت 40 اونها رفتن، علما هستن، باور بکنید زیارت 40 متنش خیلی عجیبه. خود این زیارت نامه که جزء زیارت های معصور ماست خیلی استثنائیه. و بذل مهجته فیک، امام معصوم خطاب به امام حسین میفرماید تو خونت را در راه خدا فدا کردی، در راه خدا هدیه کردی، چیکار کردی؟ تا بندگان خدا را از سرگردانی نجات بدی، تا جامعه حسینی نشود از سرگردانی نجات پیدا نمی کند. همه مسلمان ها در قبال این جریان مسئولیت دارند. علا کل حال ما معتقدیم طبق خلاصه تاریخی که هست، حالا 40 اول دوم، بالاخره اون چی که مشهور است
در مثل فردا روز چهل شهادت آقای امام حسین اهل بیت برگشتن کربلا. زینب به جایی برگشت که لحظه خداحافظی با تازیانه و با کعب و نیزه از اونجا برده شد. خودش فرمود لو خیرت بین الرحیل و المقام، حسین جان اگر آزاد بودم بین رفتن و موندن میموندم، ولو در رنده ها زینب خلاصه آسیب میرسندن. مثل فردا وقت آمد وارد این سرزمین شد، دو سه تا نکته بگم. فریاد زد در اینجا روح عالمیان و راحت مؤمنان و ریحان پیغمبر آخر الزمان را گم کرده ایم. در اینجا تین و زیتون که خدا به آن سوگند خورده است را از دست ما گرفتند، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. در اینجا اولاد حرب اساس جنگ را آراستند و ما را غارت کردند. در اینجا شمر سر حسین را به شمشیر برید و شمر جالسن علی صدره و پیشانی نورانی او را به خاک برید. شنیدی وقت آمد با شمشیر سر آقا را جدا کند. در مقاتل نوشتن با 12 ضربه شمشیر صورت نازنین آقا روی خاک بود. چقدر زینب روزه جانسوز میخواند در اینجا عباس در کنار آب فرات بر زمین افتاد. بس است در اینجا تیر کینه بر گلوی شیرخوار زدند و بر اطفال شیرخوار رحم نکردن. فما رحم الصغار المرضی اعنا، و بچه های شیرخوار رحم نکردن. انشالله در کنار همه زائرین حرم آقا امام حسین زوار اربعین که خیلی ها میلیونی پیاده از مسیرهای مختلف در مسیر کربلا هستن، اگرچه به ظاهر ما جا افتاده ایم، اما کربلا یا کربلا یا کربلا در فراغت مبتلا انشالله جبران کنیم. من معتقدم این کشتی نجات که ائمه فرمودن کل ناسفون، همه ما کشتی هستیم، اما کشتی جد ما امام حسین هم وسیع است، اوسع و اسرع، هم زود میرسه انشالله. در مجالس اربعینی ما عنایت میکنن. سالهاست الحمدلله برنامه اربعین تجلیل میشه. یکی از توفیقاتی که ملت عراق دارن، من در سفرهایی که داشتم وقتی اربعین میشه کسی خانه نمیمانه، باور کنید، پیر جوان زن مرد خلاصه همه میاین زیارت. و یکی از ویژگیاشن اینه که ولو فقیر باشن اما یه چیزی برای اربعین فراهم میکنن. یعنی من سفرهای اول که رفتم واقعا تا ندیدم قابل باور نبود، اما الحمدلله یک حقیقت. اینقدر التماس میکنن. یه خاطره بگم، یکی از بزرگان در نجف ما رو دعوت کرد، بعد بحث اربعین آمد، از یک جا عبور میکردیم، خب خیلی امکانات پذیرایی فراوان بود، فکر نکنین همش به خاطر اینه که پول دارم، خیلی فقیر دارم اونجا. بعد گفت دیدم بالاخره این میگه آقا بفرما تفضل زائر تفضل زائر، خلاصه خب ما چقدر استفاده بکنیم. بعد دیدم یک کسی خودش به نابینایی زده، دلم سوخت، گفتیم حالا بریم بالاخره حداقل این مثلا تحفه این نابینا رو بخوریم. بعد از اینکه رفتیم اونجا بالاخره از اون نظرش استفاده کردیم، اون طرف که رفتیم یک کسی گفت آقا این نابینا نبود، این به خاطر اینکه خیلی علاقه داشت مهمانای امام حسین پذیرایی بکنه، خودش به این حالت زده. انشالله فردا در این مکان مقدس همه دوره هم جمع میشیم، انشالله صحبت خواهد بود درباره موضوعات متعدد، مخصوصا زیارت. زیارت نامه های ما یک
مکتبی ویژه است، همونطوری که دعاهای ما یک ویژگی خاص داره. من با اجازه علما عرض میکنم، اون مطالبی که در روایات است در کتابهای معمولی نیست، اون چیزی که داخل زیارتنامه ها است باور کنین در بعض روایات هم نیست. یک جمله بگم، زیارتنامه خواندن مثنوی عشق سرودن است. انشالله فردا در همین مکان دوستان من اطلاع رسانی میکنن برنامه انشالله تجلیل از اربعین آقای امام حسین اینجا برگزار است. قبل از ساعتهای شاید ده روزیم انشالله شروع میشه ضمن سخنرانی و روزخانی خواندن زیارت اربعین. انشالله این روز بزرگ را تجلیل خواهیم کرد با استمداد از خداوند و انشالله دعای شما مؤمنین و همکاری عزیزان در بخش امنیت، مخصوصا مسئولین حوزه های که مسئولیت امنیت به عهده دارن، که در محرم الحمدلله کمال همکاری و همدلی رو ما شاهد بودیم. انشالله فردا هم شاهد یک عظمت باشیم. پیغمبر فرمود اعز الاسلام، اسلام عزت ببخشیم. گفتم یا رسول الله چگونه اسلام عزیز میشه؟ فرمود بالحضور عند العلماء، با حاضر شدن در مجلس آگاهان و دانشمندان. انشالله که ما بتوانیم از این مسیر یک عزت دیگری را به نمایش بگذاریم و یک عظمت دیگری را مشاهده کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چند تا دعا کنم. خدایا فرج آقای ما برسان، حوائج اون آقا فوق رغبتشان برآورده فرما. خدایا امنیت همه مسلمین، کشور ما، ملت ما، حکومت ما کامل تامین بگردان. همه مسلمین در محوریت قرآن، دولت و ملت به همدیگه مهربان بگردان. ما را خدایا با اون چه که رضای توست توفیق عنایت بفرما. عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنن، خدایا عزت دنیا و آخرت نصیبشان بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.